با درود گرم دارش باقری هستم در برنامه ویژه بیگ بنگ که خیلی خوشحالم که مورد استقبال شما هم قرار گرفته. در این برنامه ها ما از وجود آقای ویکتوری، پروفسور ابراهیم ویکتوری بهره‌مند میشیم تا درباره مسائل جهان، شناخت جهان، عقایدی که سالهای سال در این زمینه داشتیم و هیچ وقت راجعش مطالعه نکردیم بررسی و موشکافی میکنیم. در آغاز اجازه بدید که سلامی گرم داشته باشم خدمت جناب پروفسور ابراهیم ویکتوری عزیز. سلام گرم به شما آقای داریوش خان، حالتون چطوره؟ انشالله که خانم و بچه ها همه خوبن. قربون شما، مرسی، ممنون از شما. خب دوستان عزیز، من یک خلاصه ای بگم از چند برنامه قبل. ما شروع برنامه‌مون از لحظه بیگ بنگ بود و علت اول، که این علت اول رو کسی نمیدونه چگونه انجام شد، یعنی انرژی به ماده تبدیل شد در اون لحظه و مواد مختلف شروع شدن به تشکیل شدن بر اساس شکل اتمی که دارن، هستشون، الکترون ها و بقیه چیزهایی که در تشکیل یک ماده تأثیر داره. هیدروژن شروع شد به تولید و بقیه اتم های دیگر، حالا فلزات یا متریال های دیگر. بعد از اون یواش یواش کهکشان ها شروع شدن به تولید، در حقیقت ستاره های اولیه شروع شدن. این ستاره های اولیه بر اثر انفجار تبدیل شدن به سیارات و ستاره های دیگه. صحبت هایی که میتونین در یوتیوب تلویزیون پارس اینها رو ببینید، برنامه های قبل اگر مایل هستید، اگر ندیدید. و بالاخره اومدیم تا خورشید و رسیدیم به زمین و اینجا بود که زمین تشکیل شد. از اینجا به بعد رو در خدمت آقای ویکتوری هستیم ببینیم چه اتفاقی افتاد. زمین همینجوری که گفتم وقتی که به وجود اومد خیلی داغ بود و مثل حالا که از این آتش فشان ها میاد چجوری کردن و این اونجوری که مواد دو همه سطح زمین اینجوری بود، تا اینکه بعد از یه تریلیون سالی طول کشید تا اینکه اینا به خود چیزشون در جهرشون پایین اومد و بیرون سطح زمین شروع کرد به جمع شدن و درست شدن و به صورت سنگ در اومد و آب. و اون موقع در طی همه این سالها مقدار زیادی کامت، ستاره دنباله دار، اینا میبدن، همیشه میمدن به زمین میخوردن، ولی از اونجایی که این ستاره های دنباله دار یخ هستن، اینا در حقیقت ستاره دنباله دار جنسش دست جنس ستاره است، در جنسش جنس یک سیاره است، در هیچی این جنسش آب یخ زده است و اینا وقت به زمین که میخوردن خب آب بوده میمونده دیگه، حالا به صورت بخار بود و اینا اون، تا اینی که وقتی که در طی یه بلیون سال طول کشید تا اینی که این آب ها اثر این تصادم این ستاره های دنباله دار با زمین دورتر از گودتر بود تا جاهای دیگه، البته سطح زمین که صاف صاف نبود که این بالا و پایینی شد و اینا اون، تا اینی که اینا آب شروع کرد به جمع شدن و اینا اون و بالاخره یه بلیون سال طول کشید تا اینی که ما یک دونه در زمین، یک دونه قسمت بود که هنوز خاک بود و این خاک دورور این همش آب بود. بنابراین اولین موقعی که ما زمین رو دونستیم، اگه میدیدیم، زنده بودیم و میدونستیم ببینیم، یک سیاره‌ای بود که قاره‌ای فقط داشت و بقیهش هم همش آب بود و این قاره، تا اینکه کم کم دو تا چیزهای مختلف اتفاق افتادن. یکی این که در زیر این دریا یک چیزهای پیدا شد و یک آثاری داشت به وجود میمد که این موجود وجود آمدن و به دنیا آمدن یک تکسلولای بودن که اینها، این تکسلول ها
درست مثل موقعی است که شما یه خونه دارید بسازید، باید تصمیم بگیرید که آیا این چیه، یه باید یه نقشه داشته باشه که اینی که ببینیم که آیا این یه آپارتمان داریم میسازیم، یه خونه یه طبقه تو خیاب تو کجاست داریم میسازیم، یا اینی که یه آپارتمان ساختمونه، یا اینی که یه دونه شاپینگ سنتر، یا اینو. بنابراین یک نقشه لازم داشت این ساختمون رو ما بسازیم. نقشه ای که ما در اینجا در برای ساختن برای به وجود آمدن حیات وجود داشت، درست درست همون جوری بود. این نقشه دی ان ای بود، صورت دی ان ای به وجود آمده بود. این اسید دی اکسی ریبونو کلیه هرچی که بود اسم انگلیسی شدی کار نمیدونم بگم، و این کارا و یک چیزی رو لازم داشت به اضافه نقشه، یک شخصی رو هم لازم داشت که این نقشه رو بتونه بخونه و به کار بندازه، به اون ما میگیم آر ان ای، چیزی که الان همه موجودهای زنده این هم دی ان ای مختلف دارن و هم آر ان ای دارن. دی ان ای معلوم میکنه که ما کی هستیم، آقای داریوش باقری و ابراهیم ویکتوری هستن، یا اینی که ما رو یه حیوانی بیرون هستن. تفاوت موجودات زنده تو دی ان ای شونه. آقای ویکتوری ببخشید یه لحظه، این تشکیل این تکسلولی ها علتش معلومه چی بوده که این تکسلولی ها شروع شده به تولید؟ علتی نداشته، علتش اینی که اونجا بوده، یعنی چیز زنده وجود نداشته. متوجه میشین چی بهتون میگم؟ یعنی مثلا با این ستاره های دنباله داری که خوردن به زمین و آب درست شد و اینا، درون اینا یه تکسلولی های وجود داشته؟ نمیدونیم. خیلی ها میگن این هنوز ما اینو پیدا نکردیم. بعضی ها میگن که این از طرف دنیاهای دیگه میاد. به سوالی که بهتر از اون باید الان بکنیم اونی که خب آیا به غیر از زمین سیاره های دیگه ای هم بودن که اینجوری بودن، یه بلیون سال بود زنده بودن، توشون هیچی نبود، بعدا یه آبی توش بود که این آدم یه چیز زنده شروع شد به وجود آمدن، و آیا ممکنه که این تکسلولی که شما دارید میگید از یکی از اونا بیرون نیامده بود که بیاد به زمین بخوره و اونجا رو تشکیل بده؟ جوابش اینه که ما نمیدونیم. پس این دو تا چیز شد که ما نمیدونیم، یکی اون علت اول که تشکیل بیگ بنگ بود ما نمیدونیم، یکی هم تکسلولی هایی که درسته تا اینجا ما نمیدونیم. و خاصیت علمم اینه که میگه وقتی یه چیزی رو نمیدونه میگه ما نمیدونیم، دلیل و برهان علکی براش نمیاره. آره، نه باید بریم فکر کنیم یه چیزی رو پیدا کنیم که مثلا خدا ما پیدا کردیم، حالا اون رو میگیم چرا خدا رو پیدا کردیم، که بگیم آره خدا این کارا رو کرده. وقتی ما خدای رو درست کردیم، درستش کردیم، ما خدا رو گفتیم که همه این کارا رو کرده، البته دلیلش هم بعداً صحبت کنیم که چرا ما این خدا رو به وجود آوردیم، ولی یکی از کارهایی که درستی بکنیم این بود که بگیم همه اینا تقصیر اونه. آره. کرده. همه اینا رو خدا درست کرده. ببین یه چیزی که مثلا از 4 بیلیون سال پیش اولین تکسلولی زیر یه دریایی به وجود آمد، و این تکسلولی از اونجایی که دی ان ای و آن ای ها در اونجا بودن، اینا شروع کردن به حیوانات مختلف خودشون و آر ان ای خودشون هم داشتن، این آر ان ای و این دی ان ای ها کار میکردن و یا از همون حیوان یک چیز تکامل تر درست میشدن که اینا مثلا یک فامیلی رو به وجود می‌آوردن که مثل چی؟ مثل بچه از مانکی میمد. گوش بدین. از چیز مانکی. زیاد نزدیک نشین به میکروفون، صداتون قطع میشه. همونجا خوبه. بشر از چیز مانکی. آره، پس به این نتیجه رسیدیم که ما الان تکسلولی ها تبدیل شدن به موجوداتی در زیر دریا که شبیه ماهی بودن،
اینها در اثر مرور زمان و سالها و شاید میلیونها سال اینا هی تکامل پیدا کردن، یواش یواش باله در آوردن، یواش یواش آبشو شد، نمیدونم غیره، و به شش تبدیل شد و بعد یواش یواش دست و پا در آوردن و از آب اومدن بیرون. درسته؟ بله 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 درسته همه. و اینا میلیون ها میلیون از اینا به وجود آمدن و خیلی هاشون از بین رفتن دیگه نبودن. از چیزایی که باقی مونده از اون موقع هنوز این تکسلولی هاست که بعد از ایش ما هنوز هم ندیدیم و نشناختیم و این و اون. ولی یک عکس خیلی جالبی هست در کتاب پدیده های فضایی، یک عکس است که نشون میده که بدید این عکس رو وقتی که تیپ رو درست میکنید، یک عکس بی اندازه جالبی است که نشون میده که الان بهتون میگم تو چه صفحه ای هست که اینو بدونید، نشون میده که مرد چجوری از چیز اومده، از میمون. گوش میدی؟ نشون میده که میمونه تقریبا داره تکامل پیدا میکنه، 7-8 تا دیگه یه دفعه شده یه آدم پشت کامپیوتر نشسته. آره آره، اکثر اگه پیدا کنید که نشون پیدا بده. میکنم من اونو. آره حتما. فقط بذاریم قبل از اینکه برسیم به آدم، خب ما این موجوداتی که از دریا اومدن بیرون و هر کدوم یه شکلی گرفتن، اونجا در حقیقت این چیزی که ما به نام دایناسورها میشناسیم، اینا یواش یواش شکل بده کردن. درسته؟ این عکس در صفحه 68 کتابه. آها. اسمش هم هست Ascent of Man. این عکس رو اگر اونجا نشون بدید، نشون میده که خیلی از این حیوان ها مثل بشر، ما از یک حیوان دیگه اومد. بیشتر دید؟ بله بله. برای همین هم هست که این حیوان هم خودش از یک کسای جای دیگه اومده، از حیوانات دیگه اومده و اینا که همشون نمیدید که میرید پایین به اون تکسلولی اول اولی نیست. درسته. و این اینه که چجوری هیومن بینگ و حیوانات به اون این هر بیلیون سال آقای باقری طول کشیده تا همه حیوانایی که امروز ما داریم با دارن زندگی میکنن، اینا دارید ما رو میبینید که اینا 4 بیلیون ساله که اینا به وجود آمدن. البته به اندازه ای که الان وجود دارن ده هزار برابرشون هم تازه مردن که رفتن، اصلا دیگه این حیوانات ها دیگه نیستن. و چیش برای ما میمونه؟ فسیلاشون برای ما میمونه. اوکی؟ مثل دایناسورها، نمیدونم حیوانات، خیلی حیواناتی هستن که الان ما زنده نیستن، ما زنده شو نداریم، ولی جنازه هاشون رو میدونیم، چیزهاشون رو میدونیم ببینیم، فسیل هاشون رو میدونیم ببینیم و تو همه موزه ها و اینا هستن. این تاریخچه به وجود آمدن حیات در زمین. گوش میدین؟ خب حالا ما یه جایی میرسیم که حالا در اثر یخ زدن یا هر اتفاق دیگه ای دایناسورها و موجودات روی زمین آیا همشون از بین میرن در اون اتفاق؟ نه 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 نه، همه که از بین نرفتن. چرا؟ برای خاطر اینکه هنوز ما هستیم، هنوز ما هستیم، سگا هستن، نمیدونم حیوانات مختلف وجود دارن که همه دارن با ما هستن، ما زنده موندیم و هستیم و خدا میدونه که چقدر دیگه طول بکشه تا که ما از بین بریم. آیا قبل از اینکه خود زمین از بین بره شاید ما هممون از بین بریم؟ اون اتفاق چگونه افتاد آقای ویکتوری؟ چی؟ اون اتفاق چگونه افتاد که نسل خیلی از دایناسورها بقیه از بین رفتن؟ اوکی. اون یک میدونید که به دور زمین دفعه پیش گفتیم یه وقت زمین چجوری به وجود آمد، براتون توضیح دادم که آسمان در به دور خورشید ما اوکی. یک قسمتی هست که بهش میگن استروید بلت، گوش میدین، که اون میون مریخ و جوپیتر هست و مشتری هست، که اون شامل چیه؟ سنگ های خیلی بزرگی هستن که به اندازه ماه هستن، یعنی که کوچیکتر از ماه هستن، که اینا همه این سنگ ها خودشون در مدار خورشید مونتا میون مریخ و میون مشتری در حال حرکت هستن. کمربند فضایی. کمربند فضایی.
به صورت کمربند فضایی هستن. همینجوری که گاهی اوقات که یک ستاره های خیلی بزرگی یا یکی از این سنگ های خیلی بزرگی از دور از خورشید میان و نزدیک مشتری میشن و میان به طرف مریخ و به طرف زمین و اینو میان، همین که میاد حرکت بکنه، این مثل اینه که شما یا آهن روباره دستت گذاشته باشی و که داری میای. بعضی از اینا که تو این مدار چیز هستن، مدار استروید بلت هستن، اینا رو با خودشون میکشن بیرون و میارن. اینه که مدار اونها عوض میشه و بنابراین میان اینا به این سیاره های داخلی میخورن. ما خیلی داشتیم که الان 5-6 سال پیش بود، بیشتر 10-12 سال پیش بود که یکی از این سیاره های خیلی بزرگش اومد در روسیه به زمین خورد. موقعی که زمین داشت به حساب یه بلیون دو میلیون سه بلیون سالش بود، از این سنگ ها مرتب میبدن و به زمین میخوردن. تاریخ اولین دایناسور که از بین رفت تو کتاب نوشته، من این تاریخ ها دیگه یادم داره میره، نمیدونم بگم درست چند سال پیش بوده، ولی جاشو میدونیم کجاست برای خاطر اینی که جایی دارم میگم که یکی از این سیاره های خیلی خیلی بزرگ، نیم بزرگی بگو، که داشت از مشتری جدا شده بود، از مدار خودش به دور خورشید نزدیک مشتری شروع کرد و به حرکت کردن، اومد که بیاد به طرف خورشید، وسط راه زمین جلو راش بود، اومد و خورد به زمین. این به قدر موقعی بود که در زمین حیوانات این دایناسورها و اینا، اونا بیگ شات بودن، اونا همه در زمین داشتن زندگی میکردن و اینا. اون این وقتی که اومد، درست جاش هم میدونیم که کجاست، یه جایی هست در مکسیکو، پایین مکسیکو اون طرف هاست، یک وقتی که این اومد به یه خورده داخل اقیانوس نزدیک زمین، نزدیک، وقتی میگم زمین یعنی نزدیک خاک، این اومد اونجا خورد و قدری این حفره بزرگی رو به وجود آورد، قدری در اثر این تصادم بزرگ به قدر گرما به وجود آمد و این اون که این همه هوای زمین رو از بین برد و به سوزش رو نمیدونم این اون به وجود آمد و این اون، و که دیگه کاملا زندگی رو برای اینکه دایناسورها زندگی کنن، بعد از 3-4 ماه دیگه دایناسوری زنده نمونده بود، اینا همشون یه جا مردن. اوکی؟ و برای همین بود که موقعی بود که دایناسورها دیگه مردن و ماملز، اینایی که مثلا بشر و میمون و اینا، شروع کردن به نفس کشیدن، اومدن وقتی دایناسورها بودن، اینا مثلا جایی برن که هر جایی میرفتن دایناسورها بخوردنش. اینه که وقتی دایناسورها که مردن دیگه، اینها دونستن که بشن به حساب که سپیشیز های خیلی، سپیشیز رو به فارسی چی میگن؟ چی رو؟ سپیشیز یه رگی از یک حیوان به چی میگن؟ به هر صورت یه قسمت مختلف، مثلا humans are species، گوش میدید؟ سگار سپیشیز، مارها سپیشیز، این هر کدوم اینشون یه سپیشیز هست. خلاصه دیگه موقعی بود که دیگه دایناسورها و اینا همه رفتن و اجازه دادن که mammals یعنی پستاندارها، اوکی، اینها اومدن و شروع کردن به اینی که در بیشتر سطح زمین زندگی کردن، و وقتی بیشتر دونستن زندگی بکنن، بیشتر هم هوا و گرما و سرما و جاهای مختلف براشون بهتر بود که بتونن زندگی بکنن میکردن. و چیزی که باید تو در نظر بگیری و اون چیز بود که موضوعی بود که باعث این شد که بشر بیاد الان نمبر وان سپیشیز باشه. نمبر وان سپیشیز یعنی اون بشر، اون حیوانی است که
تصمیم گیر همه شده تو زمین، درسته یا نه؟ آره ولی شاید جناب ویکتوری، وقتی که اون سیارات یا اون سنگ ها به زمین خوردن، اون اتفاق افتاد، مگه آنچنان غباری همه کره زمین رو در بر نگرفت که نور خورشید دیگه نرسید و یخ و یخبندان شد؟ یه دفعه نشد که بعد از اینی که این اتفاق افتاد، یک 300-400 هزار سالی طول کشید تا اینی که اون چیزهای ماملز یعنی پستاندارها بودن، ولی به قدری کوچیک بودن، اینا در زیر سطح زمین زندگی میکردن، چون تو از سطح زمین میمدن را میخوردن اینا رو، میبینین؟ بله بله. دایناسورها که مردن، این پستاندارها دونستن اون موقع از زیر زمین بیان بالا. و بهتون بگم قبل از اون یه دوره خیلی مهمی بود و اون موقعی بود که ماهی هایی که زیر دریا بودن، اینا کم کم از زیر دریا اومدن بیرون و شروع کردن روی خاک زندگی کردن، و هر وقت میمدن بیرون یه میلیون سالی، دو میلیون سالی، صد میلیون سالی طول میکشید، اینا کم کم رشد میکردن و سپیشیزشون عوض میشد، قیافشون عوض میشد، و مثل ما که الان نه فقط بشر، قیافه های مختلفی ما داریم، ما چینی هستیم، آمریکایی هستیم، ایرانی هستیم، عرب هستیم، گوش بدین، قیافه های مختلفی داریم که میدونید تشخیص بدید که کدوممون کدوم هستیم، سیاه‌پوست هستیم، سرخ چیز مثلا ایندیان هستیم که به نام میگن همون سرخ پوست ما میگیم بهش. آره چی میگن؟ چی میگین؟ سرخ پوست. سرخ پوست ساری. آره سرخ پوست هستیم، ژاپنی هستیم، نمیدونم حتی ژاپنیا و کره ای ها و چینی ها و اینا رو که به همشون به نظر ما یه اسپیشیز در میار، اینا تو خودشون قشنگ میدونن میبینه همدیگه، درسته، همدیگه رو تفاوت چه بگن. البته اونا هم نسبت به ما همینو میگن، میگن این آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها، اینا همدیگه رو میفهمن، می تشخیص میدن. از نظر اونا ما همه شبیه همیم، درسته. و اونا هم، اونا یه چیز دیگه هم دارن، اون اینه که چرا این سیاه، این سفید پوست، به ما میگن سفید پوست، چرا این سفید پوست ها اینجوری هستن؟ دارن همشون خودشون رو واسه هیچی دارن میزنن، چون یکیشون یه خورده قهوه‌ای تره، گوش میدین، سیاه رو میگن ها، اینا ضد اینا هستن، یا اینا پس ضد ما هستن، چون ما یه خود قیافه همون عوض هستن. خلاصه اینه که سب سپیشیز به اینا میگن، we are سب سپیشیز، من و شما یک سب سپیشیز هستیم، زیر مجموعه. چی؟ زیر مجموعه هستن اونا. اوکی. برای خاطر اینکه ما همه اون اهل ایرونیم و ایرونی هستیم. حالا به غیر از اینی که من یهودی بودم و شما مسلمون هستی ها، اونو اون چرا چیز... شما بودی ما هستیم. اون یه چیزی که ما خودمون در آوردیم، گوش میدی؟ و الا تو اگر این مسلمونی رو از تو بگیرن و یهودیت رو از من بگیرن که گرفتن، چون تو عقیده منو میدونی راجب مذهب چیه. بله همه میدونن، همه میدونن. اوکی. برای همینه که تفاوت هم میونه قسمت های مختلف هر سب سپیشیزی وجود داره، گوش میدین، برای اینه که قسمت های مختلف به وجود باید، چینی، آفریقایی، نمیدونم فلان بیسار این و اون، و دنیا اینجوری هست که داری میبینی. اوکی؟ اینجوری به وجود آمده. ولی موقعی که شما سوال کردی از اینی که چطور شد که اون سنگ، یه سنگ، فقط یه دونه سنگ اومد به زمین خورد، جاش هم الان معلومه که کجاست، بری اونجا زیر دریا رو میدونی، تو زیر دریا اون حفره بزرگی رو که به وجود آورد هنوز اثرش هست، بیرون از اونجا که میای در خاک چندین صد کیلومتری، صد 200-300 کیلومتریه بیرون از اونجا که این سنگ خورد، الان بری اونجا رو ببینی، اثر اون تصادم هنوز اونجا هست، گوش میده، این خیلی معلومه برای ساینتیست ها و اینا. خواسته اون یک اتفاق بزرگی بود که افتاد الان. و البته میدونی که حالا یه چیز دیگه هست که داره زندگی ما رو تهدید میکنه، اون موقع این چیزها بودن، این
ترس اینی که این سنگ ها بیان به زمین بخورن. و البته وقتی این سنگ ها بیان به زمین بخورن، اگر سه تا دیگه مثل اون سنگه در چهار تا جای مختلف زمین خورده بود، ممکن بود اصلا همه لایف از بین ببرن. گوش میدین؟ و الان چیزهای دیگه هست که داره زندگی سپیشیزهای مختلف که آدم های زنده و حیوان های زنده مثل ما ها رو همه رو داره تهدید میکنه. اون چی چیه اگه گفتی؟ اگه گفتی داریش چیه؟ نمیدونم والا چیه؟ خود آدمه. خود آدم نیست، گرمی هوا. این که همه دارن صحبتش میکنن از بس که ما نفت مصرف کردیم و فلان و اینا، هوا رو گرم کرده. و داری میبینی که الان نمیدونم امروز یا امشب براش سیلابی تو نیویورک بیاد که نگو. امروز ایشون امشب بعد از اون داشتم یک نیوز میدیدم. آقا یه جوری داره میشه که یک موجهای خیلی بزرگی از اقیانوس دارن میان به ساحل کالیفرنیا دارن میخورن، که اصلا دیگه اومده از این چیز با این بزرگی اومده بیرون تو خیابونا همه خونه ها و اینا رو همه رو پر آب کرده. گوش میدید؟ در حقیقت اکوسیستم رو به هم زدیم با گازهای گلخانه‌ای و بقیه کارهایی که کردیم و سوخت مواد مازوت و غیره. تمام اکوسیستم رو به هم زدیم ما. برای خود این کاربون دای اکساید و نمیدونم کاربونه، اینا همه سر سوختن کاربون و فلان بیساره اینا. و اینه که خیلی مهمه که ما اگه این کار رو نکنیم، ببین داریش، هم میخوام به تو بگم هم به بینندگان دارم میگم، اینی که اینا دارن میگن تا سال مثلا 2050، یعنی 40-50 سال دیگه، اگه جلو اینو نگیریم دیگه زندگی نمیدونیم تو زمین بکنید. I'm telling the truth, it happens. الان already من و شما دیدیم که از 5 سال پیش تا حالا چه اتفاقاتی افتاده. تو چند تا آتش بزرگ دیدی تو زمین در این زمستون گذشته؟ آتش فشانی که تو هوایی اومد، اصلا آتش سوزی ها، از همه به اینا همش واسه خاطر is the weather. هوا هم واسه چیه؟ واسه خاطر که از بس که ما چیز گرم و داغ مصرف میکنیم با دود و اینا رو میفتیم تو فضا، این میره بالا، کلیه هوای زمین رو، جو زمین رو که زندگی ما بسته به اون هواست، نفسی که داریم میکشیم برای اونه، و اون همه زندگی ما رو کنترل داره میکنه. برای اینکه ما میدونیم گرمای بیرون چقدره، سرمای بیرون چقدره، یه رنجیه که ما میدونیم در اون رنج زندگی بکنیم. گوش میدید؟ این رنج داره عوض میشه و بدتر میشه و بدتر میشه. این یه چیزی که الان در موقعی همین حالا که زندگی ما هست داره عوض میشه. جناب ویکتوری، خب به قول ما مذهبیون، نه شما، به قول ما شما علمیون، به قول ما مذهبیون خیلی راحت تره ما بگیم که این همه این کره زمین و همه چی 6000 سال پیش درست کرد خدا، بعد انسان رو درست کرد، بعد شب را درست کرد، روز را درست کرد. ولی شما یه چیزایی میگی ما نمیدونیم باید چی بگیم راجبش. راجب بعد اینایی که ما میگیم شما نمیدونید چی باید به ما فقط بگی چشم. اینی که شما میگید راست میگید، چون شماها دارید حرفایی که دارید میزنید از منطق، از ساینس، ساینتیفیک، از کتابای منظره بگیرید بخونید، یکی بهتون میگه که از کجا اومده. اوکی؟ و دیگه نمیگید برید باور بکنید که این چیزی که 5 میلیارد سال حیات در زمین وجود داره، اینا اومدن چی گفتن؟ اومدن 6000 سال پیش آخدایی هست؟ نمیگن کیه، نه هیچی، این اومده نشسته، همه شو میگید اون خدا شروع کرده. خوش میدید؟ آخه اگه ما این حرف رو بزنیم، بگیم این حرفی که شما میزنیم بزنیم، بعد دیگه نمیتونیم بهش داشته باشیم، جهنم داشته باشیم، مردم رو بترسونیم، بگیم به ما پول بدین ما با شما رو ببریم بهشت. خودت گفت، شما الان گفتی، خودت لغت رو گفتی، بترسیم گفتی. مذهب روی ترس به وجود آمده، این قسمت بزرگ کتاب خدادین علم است. کتاب خدادین علم اگر
بینندگان بگیرن بخونن، اون بهشون میگه که مذهب چه کار کرده، از کجا شروع شده، چه چیزی رو علم کرده که همه شما رو اینقدر بترسونه که 99 درصدتون میگید مرگ بر ویکتوری. گوشکت قیمت که چی داره میگه؟ به خصوص من تعجبم چرا شما سنگ نمیشین. اعضای خود فامیل من، آیا کیدینگ می، اعضای خود فامیل من یه چیزی، یه یهودی، این یهودی ها، ما یهودی ها، باید بگم ما یهودی ها چیزی نشه، اوکی، ما یهودی ها یک چیزهای مثل شما مسلمان ها که عاشورا دارید، تاسوعا مراسم دارید، چی؟ مراسمی دارید، عیدهایی دارید. البته مال ما بیشتر مراسمی که ما داریم به گوه و به خند و بخوره، گوشیدی همه توش بخور بخوره و وقتی get together با هم دیگه میگیم و میخندیم. شما وقتی با هم دیگه میگردید عاشورا تا سواس تو سرتون میزنید، تو بغضتون میزنید، میزنید هم دیگه رو میکشید و اینه اون با که این کارا رو نمیکنید که گوشیدی. این دیگه سر اینه که بریم سر کتاب خدا دین علم و ببینیم که این دین چیه که به وجود آمده. و برای همینه که من این دوتا کتاب رو با همدیگه گذاشتم، کتاب پدیده های فضایی و کتاب خدا دین علم رو با همدیگه گذاشتم. اون سه تا کتاب دیگر رو نه فقط بگذاریم از اینکه دیگه ندارم که بخوام ارائه بدم به کسی، اون 400-500 تا هم که از یکیش فقط باقی مونده اونم دیگه نمیفروشم، برای خاطری که میخوام این دوتا رو که زیادترم مونده با همدیگه بدم. چرا؟ چون دوتاییشون صحبت از یک چیزی میکنن، اوکی؟ صحبت از این دارن میکنن، نشون داده که دین از کجا اومده. چرا داریش؟ برای خاطر این که به نظر من، به نظر بنده که هیچ کاره هستم، من باید بدونید به خصوص حالا که 90 سالم شده و من دیگه... صدای ویکتوری رو ندارم اینجا. چی نداری؟ شما صحبت کنین، شما صحبت کنین. من صحبت ما بکنم. آره آره. دارو بعد ادیتش. ولی من تو استودیو صداتون رو ندارم. بفرمایید، شما درسته، کارتون درسته، بفرمایید. خدا من تو استودیو ندی چی؟ آه درست شد، درسته، بگید. نه صدای شما میامد. آیسی، اوکی، خیلی خوب. پس چی داشتم میگفتم؟ داشتم میگفتم راجع به اینی که باید معلوم بکنیم که این، من این دوتا رو با هم دیگه گذاشتم برای خاطر اینکه این پدیده های فضایی خیلی علمی تر از اون خدا دین علمه. گوش میدید؟ خدا دین علم اطلاعات داره و بیشتر صحبت از این میکنه که چرا اون چیزی که در یکی کتاب پدیده های فضایی نوشته که چجوری دنیا به وجود آمده و از روی ساینس این میگه با و از روی فسیل هایی که دیدیم و این چیزا اسکلتونا و اینایی که چند صد هزار دلاره که صد هزار سالی که ما اینا رو داریم میبینیم، اینا اومدن گفتن آقا 6000 سال پیش خدا تازه اینا رو درست کرده. یه چیزی که 4 بیلیون سال طول کشید، 4 بیلیون، نه میلیون ها، بیلیون، یعنی 4000 میلیون سال طول کشید تا اینکه اون یه سلولیه که زیر آب بود بیاد تکامل پیدا کنه، بره چیزهای مختلف بشه تا اینی که من تو به وجود بیارم که من حرف بزنم تو گوش کنی. گوش میدی؟ این همه سال طول کشید. اینا اومدن گفتن که 6000 سال پیش اومدن نشستن گفتن که آقا حالا این کتاب خدا دین علم رو بخونید تا بفهمید چی اومدن گفتن. آقا حضرت اونم کی بوده؟ رئیس یهودیا بوده. آقا حضرت ابراهیم و حضرت یعقوب بودن. اومدن گفتن که نه بابا جون، اینا همش در عرض 4 روز دنیا اومدن، در عرض 4 روز درست شدن. صدا چیه؟ هیچ، صحبت کنین، صدا تو استودیو یه ذره اشکال داره ولی رو ایر درسته، بفرمایید. منم دارم این صدا رو گوش میکنم، اوکی. در صورتی که وقتی که ما نگاه بکنیم، چی داشتم میگفتم؟ راجب این که حضرت ابراهیم و یعقوب اومدن اینا رو پایه گذاشتن. بعدن 6000 سال پیش
از چی خواستن استفاده کنن نشون میده که حالا میخوام یه خود درباره خدا دین علم صحبت بکنم که بدونی تفاوت این دو تا کتاب واقعا چی چی هست. علم فقط روی این صحبت میکنه که دین از کجا وارده ایش میدی؟ این نمیذاره داریش جان جان صدای داره اینجا میاد آره صدای شما هم خیلی قطع و وصل میشه، نمیدونم سیستم اونجا به میکروفون زیاد نزدیک نشید برای اینکه خیلی قطع و وصل میشه صدا. کجاست؟ الان الان خوبه صحبت کنین. الان خوبه از اگه صحبت کنم پس خوبه. آره آره فاصله باشه خوبه. برای اینکه ما باید بفهمیم وقتی که ما بیرون یه فسیل میبینیم 100 میلیون سال این فسیل وجود داشته، ما میگیم که 6000 سال پیش آقا خدا نشسته همه حیوانا رو در عرض 4 روز آفریده. چه جوری آفریده؟ خدا گفت که باشد و شد. همش رو همین سه تا چیز هست، سه تا چپتر این کتاب فقط داره راجع به دین صحبت میکنه. باید بخونید و من نمیگم که حرف من رو گوش کنید، بعدا قضاوت کنید خودتون. خب ما به این ترتیب رسیدیم به این که انسان وقتی تکسلولی ها آمدن و تشکیل شدن و بعد از دریا یواش یواش اومدن بیرون و بعضیشون دست و پا پیدا کردن و اومدن، بعضی ها به شکل های انواع و اقسام موجودات و یکیشون هم شبیه میمون که یواش یواش تکامل پیدا کرد به قول آقای داروین و رسید به جایی که شکلی از ما انسان رو به وجود اومد. انسان ها خب تشکیل خانواده دادن اینجا دیگه یواش یواش، درسته؟ چه اتفاقی افتاد بعد جناب ویکتوری؟ چطور شد که خانواده تشکیل دادن اینا؟ آره اتفاقا همه این دعوا سر این شروع شد که خانواده اینا شروع کردن به تشکیل دادن. بذارت برات توضیح اونو بدم. تا قبل از 6000 سال پیش، قبل واقعا حضرت ابراهیم، بشر، حالا آدم ها شدیم بشر، بذار یه خود اینم بگم درست، اوکی؟ که این مانکی که وجود داشت تا عکسش رو دیدید و اینا، اون این اومد شد به صورت یک آدم. این آدم هم کم 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 دید که ازدواج به وجود آمد. قبل از اینکه که مذهب به وجود بیاد ازدواج به وجود آمده بود، ولی اینها چجوری فامیل تشکیل دادن؟ مرد و یه زن دیدن وقتی که هی همدیگه رو ماچ کنن و شبا کیف بکنن و این و اون دومونترش صاحب یه بچه میشن. اوکی؟ هی نات بد، گود آیدیا. من میدونم تو هم میدونی که یه خود حسودی داره، حسودی داره، هر کسی یه حسودی میکنه، یه خود پوزسیو میشه. اون تو دی ان ای ماست، گوش میدی؟ تو آر ان ای ما، تو وجود ماست. کیلوی گویی نه بابا این که نمیشه، این اگه از من یه بچه داره چون کجا باید بداره از یکی دیگه بیاره و این و اون. فامیل تشکیل دادن. چیزی گذاشته بودن که اولی مردی اومد دست یه زن رو گرفت و یه حالا کی بوده نمیدونم گرفت و به من تو بریم یه جای دیگه که کسای دیگه تو رو نبینن، کسای دیگه هم من رو نبینن، من تو با هم دیگه خوش کنیم و بچه بیاریم. بنابراین شروع کردن یه فامیل درست کردن. فامیل درست کردن چی لازم داشتن؟ اینا میخواستن خوراک بخورن. چجوری این همه آدما که به حسابی خود تمدن پیدا کرده بودن اینا چجوری خوراک میخوردن؟ ها اینا خوب بود برن ببینن کجا چه درختی چه کجا چه چی میگن اینا که درخت نیستن مثل گندم و اینا، از علف و اینا، علف و اینا چه جاهای علف داره. و کم کم اینا شروع کردن به گوشت خوردن که دیدن ای علف بد نیست، نه فقط علف رو لازم داریم که ما خودمون بخوریم، بعضی این علف ها هم هستن که حیوانهای دیگه مثل گوسفند و گاو و نمیدونم مرغ و اینا اون میخورن و ما هم در عوضش گاو و گوسفند و مرغ رو میخوریم، اینا خیلی خوشمزه.
بنابراین زندگی اینا چجوری میگذشت؟ به اینی که بلنشن برن یه جایی که علف بود، گندم بود، درخت بود، درخت های مختلف بود، میوه های مختلف بود اینا و آب و آب و آب که همه جا بود. آره. اگه آب نبود که نمیدونستن برن جایی که آب بود البته، ولی آب زیاد چیز مهمی نیست، برای مهم هست ولی خیلی یک نسسیتی داره که اینا جایی که آب باشه حتما برن، ولی بیشتر پی خوراک داشتن میرفتن. و کم کم به اینا میگفتن هانتر گادرز. اوکی، شکارچی، گروه های شکارچی. ها؟ گروه های شکارچی. گروه های شکارچی. هانتر گادرر. گادرر یعنی جمع بکنن. اوکی؟ هانتر یعنی شکار بکنن. اوکی؟ یا شکار میکردن حیوانا رو، یا اینی که گندم و علف و فلان اینا رو، یا میوه ها و درخت ها و اینا رو کلکت میکردن که اینا رو بخورن. این وضع خوردنشون بود، تا اینی که کم کم بعد از یه مدتی اینا تصمیم گرفتن که یاد گرفتن که چجوری اون علفه که میخواستن خود بلندشن برن مثلا 6 ماه بعدش مسافرت کنن برن یه جای دیگه که اون علف هوایی بهتر داشته باشه، اینا رو میدونن خودشون یه جوری بکارن. میشمیدی؟ بنابراین به اینا میگفتن هانتر گادرر، literally hunter gatherer یعنی شکار کن و جمع کن. اینا شکار کن و جمع کن بودن. اینا اومدن تبدیل شدن به آدمایی که یه جا موندن، در عوضش همون جایی که میموندن اون حیوانی رو که شکار میکردن پرورش میدادن. مثلا چی؟ شیپ، گوسفند، گوش میدی؟ و گاو. اونا چی لازم داشتن؟ اونا هم علف لازم داشتن. علف هم یه چیزی بود که مردم خودشون میخوردن. خب بنابراین گفتن میدونی که چی، ما یه مش یاد گرفتن که یه مش گوسفند و گاو و اینا رو بردارن همون جایی که علف بود و اینا رو اونجا نگه دارن و هر وقت که خواستن گوشت بخورن یکشونو برن بگیرن بکشن بخورن. یه ایمپروومنتی شد دیگه، مجبور نبودن فامیلشون رو ول کنن و با خودشون ببرن برن 100 کیلومتر یه جای دیگه دوباره یه روز دیگه یه حیوان دیگه رو بگیرن بکشن. اینو در جای خودشون یاد گرفتن که این کارها رو بکنن. وقتی که این کاری یه بیت 40-50-30 سالی 10-15-20 سالی که گذشت، اینا وقتی یاد گرفتن که چجوری این کارها رو بکنن دیگه داشتن با همدیگه زندگی میکردن. فامیلی که یه پدر بود، یه مادر بود، 3-4 تا بچه بودن که از موقعی که دنیا میومدن تا موقعی که مثلا 19-20 سالشون میشد با اینا زندگی میکردن. بلکه 19-20 سالشون میشد یکیشون یه دختری رو میگرفت و میرفت یه جای دیگه واسه خودش زندگی میکرد و اینا، و شاید همدیگر هم دیگه نمیدیدن و اینا. اینها یاد گرفتن که در یه جایی با همدیگه زندگی کنن و بنابراین پدر و مادر و بچه ها با همدیگه موندن. وقتی پدر و مادر و بچه های با همدیگه موندن، آنکلا و انتا و اینا هم با هم دیگه دور هم دیگه جمع شده بودن. فامیله بزرگ شده بود. میدونی؟ اینو you can understand how that happens. فامیله بزرگ شده بود و خلاصه شروع کردن به این کسایی باشن که دارن یک جایی زندگی میکنن و فامیلشون بزرگتر شد. همین فامیل شدن، همین بزرگتر شدن، بعد از یه مدتی خب سکند کازین پیدا شد، ترد کازین پیدا شد. مثل حالا هم که کازین ها یه خود قریب ترن با هم دیگه تا خواهر و برادر ها و اینا، اون دیگه سکند کازین ها و ترد کازین ها و اینا دیگه شاید هم دیگه رو زیاد نشناسن و اینا. اون اینا هم تقریبا یه خورده فامیلی سرشون شد، یه خورده چیزی، یه خورده دوستی. و بشر چیکار میکرد؟ شروع کردن از همدیگه دزدیدن. این میرفت از خوراک این میدزدید، اون میرفت از گوسفند اینو میدزدید، اینو اون. و وقتی اینجوری که شد، این یه خود نظم
خانوادگی رو که الان شده بود نظم فامیلی و کمتر نظم یه فامیل شده بود نظم دو تا فامیل و سه تا فامیل و خواهر زن من و برادر زن من و گوش میدی همه اون با هم یه فامیل بشیم. این کم 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 وقتی آدم های خود زیادتر شدن دیگه از همدیگه یه خود آسونتر بود که از همدیگه بدوزن، آسونتر بود که بیان بدونی مردا بیان زنا و دخترای کسی دیگه رو بردارن ببرن. گفت دختر میدونیم دیگه اینا اتفاق افتاده بود هممون میدیدیم، برداشتن چیزایی که درست کردن و اینو کارهایی که درست کردن اینو اون و از هم دیگه ترسیدن، دیدن که نه یه نفر بود به اسم حضرت ابراهیم، این آقا در نزدیک ایران در عراق زندگی میکرد، نزدیک های اهواز اون طرف ها خیلی نزدیک اونجا بود. این بابا یه کسی بود که تقریبا پولدار شده بود و مهم شده بود و اینا مقدار زیادی گاو و گوسفند داشت و فلان و بیسار و اینا و خیلی باعث احترام مردم بود و مردم به حرفش گوش میکردن و اینو. این اومد فکر کرد و گفت که میدونی که چی، من باید یه کاری بکنم که اینها از همدیگه اینقدر ناراحتی نداشته باشن و اینو اون. و در ضمن یه چیز دیگه هم شده بود دیگه، مرکز دنیا دیگه شده بود ایران و عراق و حتی تا مصر، گوش کردی؟ بیونه ایران و مصر و گریس و اونجا ها، اون دیگه دنیا اونجا بود اون موقع. برای همین هم از که حضرت ابراهیم اون تر به نظر من ایرونی بوده، ولی من چون ایرونی هم. خب آقای ویکتوری، آقای ویکتوری همینجا این موضوع رو نگه داریم، برای بذاریم برای برنامه آیندهمون که بقیه اتفاقاتی که افتاد و مذهب و میدونم کجا میخوایم برسیم، حالا خدا رو هم میخوایم بگیم که اینا درست کردن و اینا بماند. من یه توضیح راجع به کتابا هم بدم چون به آخر برنامه رسیدیم. این دو کتاب خدادین علم، این خدادین علم و کتاب پدیده های فضایی، این دو کتاب اولا میبینید که چقدر لوکس هستش. اینی که من میگم لوکس هستش به این دلیل دارم میگم که اینها آقای ویکتوری همه جنبه هایی رو که ممکنه این کتاب ها جذابیتی داشته باشه برای خواننده رو رعایت کردن، هزینه هم بسیار کردن بابتش. این کتاب ها رو همین الان بخواین چاپ بکنین حداقل 70 80 دلار بعد هزینه چاپش میشه. این کتاب ها رو قبلا هم خب دونه 100 دلار سالها پیش، نه الان، سالها پیش دونه 100 دلار عرضه میکردن که به خاطر این برنامه به خصوص این دو کتاب رو هر کدوم 60 دلار گذاشتن، چون تعداد زیادی هم نمونده ازش، 60 دلار گذاشتن، یعنی دو تا کتاب رو به جای 200 دلار شما میتونید 120 دلار تهیه بکنین. با این شماره 818-451-5678 که زنگ بزنین هر دو کتاب رو میگیرید به قیمت 120 دلار، یعنی 80 دلار تخفیف روش گذاشتن. یعنی اگر بخواین الان چاپ کنین هر کدوم اینا رو با 120 دلار چاپ بکنین. همینطور که اگر برید تو ای بی بخواید کتابای آقای ویکتوری رو سرچ کنین ببینید، بعضی وقتا تا 450 500 600 دلار هم به فروش میرسه کتابای قدیمی ترشون. اینه که این کتاب ها ارزشمندن، این که گفتم لوکس هم چاپ شده به این دلیل که این کتاب ها رو شما میتونین بهترین هدیه باشه برای هر مناسبتی، حالا سال نو میلادی، نوروز خودمونه، تولد، هر چی که هستش میتونین این کتاب ها رو، چون به دو زبانم هست، تو هر کتاب نصف انگلیسی نوشته شده، همونها به فارسی هم نوشته شده، یعنی این کتاب ها رو شما به هر کسی، همکاران غیر ایرانیتون، دوستاتون، نوتون، نتیجتون که شاید فارسی کمتر میدونه، یا به کسانی که فارسی خوب میدونن این کتاب ها رو میتونین هدیه بدید. بارها هم گفتم نه تنها یک هدیه ارزشمند رو شما به آشنایانتون میدین، بلکه نشون میدین چه شخصیتی داره یک کتاب هدیه میده. خب خیلی چیزهای دیگه، هدیه خداییش وقتی ما برای کسی میخوایم بخریم معمولا هدایایی رو میگیریم که طرف یا اونو میده به یکی دیگه هدیه میده، یا از اون داره، حالا لباس، هر چی که هستش، واقعا مورد استفاده آنچنان نیستش. ولی کتاب این خاصیت رو نداره. شما میتونید این کتاب رو 10 جلد 20 جلد این کتاب ها رو تهیه بکنید، 60 دلار دیگه، چه هدیه‌ای می‌خوایم به عنوان 60 دلار بدید به کسی؟ به هر مناسبتی میتونید هدیه رو بدید. اولا
خودتون حتما این کتاب ها رو مطالعه کنید. تمام صحبت هایی رو که ما با آقای ویکتوری در این برنامه داشتیم شما در این کتاب ها میتونید خیلی با نثر ساده آنچنان، یعنی که به هر کسی بدین این کتاب ها رو بخونه به راحتی میتونن ازش بهره برداری بکنن. چیزای پیچیده علمی و اصطلاحات غیر معمول توش نیست. شما اینا رو کتاب ها رو بگیرید بخونید. تمام کسایی که مخالف حرفایی که آقای ویکتوری میزنن هستید 100% بهتون میگم این کتاب ها رو بگیرید بخونید. این کتاب ها بر پایه و اساس علم فقط هستش، هیچ ربطی به مذهب و به عقیده و ایمان و اینا نداره. تمام مسائلی که آقای ویکتوری گفتن منشأ علمیش رو بررسی کردن، گفتن آقا علم داره به ما اینو میگه، میگه 13 میلیارد و 700 میلیون سال پیش بیگ بنگی شده و این اتفاقات افتاده. حالا چرا کتب مذهبی میگن 6000 سال پیش؟ اینا رو همه رو در این کتاب هست، شما میتونید ازش استفاده کامل بکنید. 818-451-5678 شماره است که شما میتونید زنگ بزنید و این کتاب ها رو سفارش بدین تا هنوز موجود هست. این تعدادشون خیلی کمه. جناب ویکتوری خیلی ممنون از حضورتون یک بار دیگه. ما هفته دیگه از جایی شروع میکنیم که حضرت ابراهیم شما اومدن و یک مذهب جدید آوردن و به قول شما خدا رو اختراع کردن. ها؟ آره. خیلی ممنون از حضورتون. بینندگان عزیز خدا نگهدارتون. امیدوارم سال جدیدم سال خیلی خوبی برای همه مردم جهان و از جمله ایرانیان باشه، سال شادی باشه. خداحافظ. خداحافظ.